این در واقع ساختار شگفت‌آور مغز آدمی هم سیر تحول و به اصطلاح تکامل خودش رو از ابتدای خلقت و موجودات مختلف طی کرده تا به اینجا رسیده. و همونجور که در اون مثال از گاری تا اتومبیل‌های جدید امروزی زدم، اگر فقط و فقط به اتومبیل‌های امروزی نگاه کنیم بدونی که به بقیه تولیدات از گاری تا الان نگاه بکنیم، خب ممکنه فکر بکنیم که این خلق استایه و به همین شکل از ابتدا مهندسی شده و طبق همین نقشه ساخته شده، در حالی که وقتی که مراحل قبلی رو ببینیم از درشت که تا به اینجا که چه سیر تحولی رو طی کرده، داستانش رو جوری دیگه ای میبینیم. در مورد مغز هم همین داستان مثلا تحول و تکامل صورت گرفت. در مورد سیستم عصبی جانوران در واقع ابتدایی، وقتی که به صورت کلونی، یعنی موجودات تکسلولی، وقتی که به صورت کلونی در واقع میشه گفت قبیله‌ای یک عده دور هم جمع شدن، خب اینا اولین نیازشون این بود که یه جوری با هم هماهنگ باشن و از حال روز همدیگه اطلاع پیدا بکنن، که در اینجا در واقع پدیده‌های معمولا شیمیایی به اینها کمک میکرد که یک جوری از حالا هوای همدیگه اطلاع داشته باشن، که نمونهشو مثال زدم مثلا فرض کن چیزی شبیه شیمیوتاکسی. ولی بعد وقتی که این موجودات در صورت یک پیکر رو تشکیل دادن، یواش یواش نیاز به سیستم‌های پیچیده‌تری پیدا کردن. در به اصطلاح اسفنج‌ها در داخل بدن موجود زنده فقط جریان‌های از آب وجود داره که این جریان‌های آبی مواد غذایی رو وارد بدن می‌کنن و مواد دفعی رو خارج می‌کنن و سیستم عصبی خاصی و سلول‌های عصبی خاصی برای این کار تمایز پیدا نکردن. اما در مرحله بعدی، یعنی در نرم‌تنان و شکم‌پایان، در واقع سلول‌های عصبی پراکنده منفردی در بدن موجود زنده پخش شده که یه سری کارهای اولیه رو انجام میدن، ولی سیستم مرکزی و پیوسته هنوز به وجود نیامده. اما وقتی که به کرم‌های پهن میرسیم، در واقع داستان شروع میشه و این کرم‌ها به اصطلاح دارای چیزی میشن که بهش میگیم تناب عصبی اولیه. وقتی به کرم‌های لوله‌ای یا نماتودها میرسیم، داستان پیشرفته‌تر میشه. این کرم‌ها در اطراف دهانشون و اطراف مریشون یک حلقه دارن که بهش میگن حلقه عصبی، یک غده‌هایی به نام گانگلیون‌ها، که این گانگلیون‌ها یا غده‌های عصبی اینها در واقع مرکز تجمع سلول‌های عصبی هستند. یک تناب عصبی در سطح پشتیشون دارن و یک تناب عصبی هم در سطح شکمیشون. تناب عصبی پشتی حرکات جانور رو به صورت حرکت عضلات پشتیشو کنترل میکنه و تناب عصبی شکمی هم حرکت عضلات شکمیشو. یه تعداد هم این وسط رشته‌های عصبی، رشته های عصبی ابتدایی، اندام داخلی هم میرن و روی اونها هم کنترل هایی رو دارن. کرم های حلقوی یه مقدار تعدادی حسگرهای خوبی هم روی سطح بدنشون دارن، یعنی حسگرهایی دارن که به نور حساسه، میتونن جهت نور رو تشخیص بدن. حسگرهایی دارن که به فشار و تماس حساسه، میتونن موانعی که نزدیکش میشن اینها رو تشخیص بدن و دور بزنن. و یک سری هم حسگرها که به مواد شیمیایی حساسن. بنابراین در مجموع این قابلیت ها به این جانور این امکان داده که یکی از گونه های بسیار موفق و پر جمعیت حیات روی زمین باشه. حالا بعد از چند پله تکاملی دیگه میرسیم به تنابداران، که اینها یک چیزی شبیه به نخاع مهره‌داران در اونها به وجود اومده. یک چیزی که در وهله اول میشه گفت کار نگهده حکم اسکلت بدن رو هم انجام میده،
یک تناب عصبی است که یواش یواش در یک سرش میره به سمت تشکیل مغز. از تنابداران اولیه، نمونه اولیه‌اش جانوری است به اسم آمفیوکسوس که این همچنان هم در دریاها زندگی میکنه. یک موجود کوچیک چند سانتی متری هست، یک ماهی با بدن نیمه شفاف. معمولا مثلا تنش رو در ماسه ها فرو، ماسه های دریا فرو میبره. آب که از بخشی از اندام سمت حال به اصطلاح دهانیش رد میشه، مواد غذایی اون رو میگیره و مصرف میکنه. و حالا در پله های بعدی تکامل میرسیم به ورشات مهرداران و خزندگان و پرندگان و پستانداران که دیگه یواش یواش ساختار مغز به همین شکلی که در پستانداران و در انسان وجود داره نزدیک میشه، که در ورشات پیچیده ترینش در ما انسان ها وجود داره، که حالا میخوایم بریم سراغ مغز آدمی. اما همینجا باز یک نکته رو یادآوری بکنم که خیلی از این جانورانی که در واقع از گذشته های دور تا الان زنده ماندن و هستن بهشون میگن فسیل زنده. چند نمونه معروف هم داره، یکیش مثلا همین آمفیوکسوس هم جزش حساب میشه که توضیح دادم. یک نمونه معروفش موجودی به نام پلاتیپوس. این پلاتیپوس یا نوک اردکی هم که بهش میگن، که معروف به یکی از عجیبترین موجودات روی سیاره زمین در حال حاضر، یک چیزیست بین در واقع هم خصوصیات خزندگان و پرندگان و پستانداران با هم داره. در واقع به این پلاتیپوس، در زیست شناسان به این پلاتیپوس میگن فسیل زنده. این پلاتیپوس الان چیزی حدود 200 میلیون ساله که در واقع داره زندگی میکنه به همون شکل، یعنی مثل همون مثالی که گفتم، مثل گاری که تا الان همچنان داره به همون شکل کارشو انجام میده. گفتم در بحث تکامل اینکه وقتی یه چیز جدید میاد قبلی یا بخواد از بین بره به این شکل نیست که اشکال میگیرن پس چرا قبلی از بین نمیرن. تا وقتی که امکانات زندگیش باشه و چیزی تهدیدش نکنه، اتفاقی براش نیفته، بتونه زندگی بکنه، زندگیشو ادامه میده. همونی که گفتم مثل پیکان و ژیان و اینها که تا وقتی بنزین و تشکیلاتشون باشه خب میتونن باشن راه برن، مگر اینکه سوخت و تشکیلاتشون به هم بخوره. بصورت این پلاتیپوس پستانداریست که تخمگذار هم هست، در حالی که پستانداران تخم نمیذارن. از طرفی بدنش پوشیده از یک خز نرمه، پنجه های پرمانندی داره، پاهای پرمانندی داره. جنس نرش در واقع یک خارهایی داره که سم تزریق میکنه، سمیه، البته سمش کشنده نیست ولی گویا دردآوره. منقاری داره که شبیه نوکی داره که شبیه اردکه، و جالبه که این با این منقارش میتونه پیام های الکتریکی موجودات اطرافش و ماهی های اطرافش رو حس بکنه، یعنی حسگرایی داره که به سیگنال های الکتریکی موجودات اطرافش توی آب حساسن، چیزی که خیلی از ماهی ها دارن که بتونن طعمه‌شون از این طریق پیدا بکنن و شکار بکنن. بنابراین در واقع یک موجود عجیب و غریبی است و همین که هم در دنیای علم و زیست‌شناسان لقب فسیل زنده رو گرفته و هم مردم به هر صورت اون رو به عنوان عجیب‌ترین موجود روی زمین در حال حاضر می‌شناسن، اینها دور از واقعیت نیست. این موجود در استرالیا زندگی می‌کنه، آبزیه، و در هر صورت مناطق استرالیا زندگی میکنه. حالا این جور موجودات که در واقع گفتیم بهشون میگن فسیل های زنده، برای دانشمندان هم از نظر شواهد دیرینشناسی و تکامل و این مباحث اهمیت دارن و هم برای تحقیقات جدید پزشکی خیلی جالب شدن. حالا چرا؟ به دلیل اینکه دانشمندان دنبال اینن ببینن که چه عاملی، چی باعث شده، چه جوری نتونستن 200 میلیون سال خودشون در این شرایط حفظ بکنن. به چه درد میخوره
کشف راز طول عمر کردن عمر انسان که حالا نمیدونم با این عمری که فعلا داره با این مصیبت ها و که برای خودش که برای دیگران حالا قرار باشه عمرش دراز بشه خوبه یا بده اون بحث دیگری است، ولی به هر صورت همه ما انسان ها به دنبال این راز طول مثلا عمر طولانی و حفظ جوانیمون به هر صورت هستیم، بوده و هستیم و خواهیم بود. خب با چند پله تکاملی دیگه سرانجام میرسیم به ساختار عصبی و مغز در خزندگان و پرندگان و بالاخره پستانداران که دیگه رسیدیم به ساختار پیشرفته مغز این موجودات که گفتیم که حالا در نمونه به اصطلاح پیشرفته ترینش در حال حاضر در تکامل با حال حاضر رسیدیم به مغز انسان که حالا میخواییم بریم سراغ مغز انسان، ولی باز متاسفانه من دیدم که تا حالا چند بار گفتم که بریم سراغ مغز انسان ولی در واقع نشده که مطلب رو شروع بکنم. دلیلش هم اینه که اگر واقعا یک سری مطالب پیش نیاز و اولیه رو ندونیم و به صلاح بیان نشه درک ساختار مغز تقریبا غیر ممکن میشه. بنابراین با اجازه شما قبل از اینکه باز برم سراغ توضیح خود داستان مغز یک بسیار مطالب کوتاه و مختصری از الکترونیک و کامپیوتر هم خدمت دوستان تقدیم بکنم که پیش زمینه ای باشه که بتونیم بریم سراغ مغز انسان. بنابراین با اجازه شما برم سراغ یک توضیحات مختصری از دنیای الکترونیک و کامپیوتر و بعد بریم سراغ مغز انسان. خب پس خیلی سریع یک نگاهی بکنیم به دو قطعه مهم الکترونیکی و یک تکنیکی که در کامپیوترها استفاده میشه برای اینکه بتونیم ساختار مغز و عملکرد مغز رو بهتر درک بکنیم. خب فرض کنید که ما یک تصویر رو توسط یک دوربین میگیریم و میخواییم که این تصویر رو اولا یک جا ذخیره بکنیم و بعد البته ذخیره برصد الکترونیکی نه روی کاغذ ذخیره بکنیم و بعد این رو بفرستیم بره به یک نقطه دیگه. خب کاری که میکنیم اینه که دوربین تصویری میگیره عدسیش و میندازه روی یک صفحه. این صفحه رو ما از جنسی ساختیم که سلولهایی داره که این سلولها به نور حساسن، به محض اینکه نور بهش بخوره جریان الکتریکی تولید میکنه. خب حالا فرض کنید مطابق این جدولی که اینجا روی کاغذ من کشیدم یک مربعی داریم 10×10 10 سلول حساس به نور در طول، 10 سلول در عرض، یعنی در مجموع 100 سلول حساس به نور داره. خب حالا تصویر، یک تصویر مثلا یک به علاوه میفته روی این سلول ها، طبیعتا برخی از این سلول ها نور دریافت میکنن، برخی دریافت نمیکنن. اونایی که نور دریافت میکنن درشون جریان الکتریکی ایجاد میشه، بقیه جریان الکتریکی ایجاد نمیشه. خب حالا ما باید به یک وسیله این به اصطلاح جریان الکتریکی رو در این خونه ها ثبت بکنیم و بعد این رو بفرستیم از یک طریق به یک دستگاه گیرنده، اون گیرنده درست مشابه این جدول ما رو داشته باشه با دستوراتی که ما براش میفرستیم که بتونه درک بکنه چی و کجا بذاره، دونه به دونه در جدول خودش در اون صفحه حساس خودش کار ما رو برعکس انجام بده. یعنی حالا اگه ما بهش گفتیم مثلا سلول شماره یک خاموشه، اونم اونجا سلولشو خاموش نگه داره و به همین ترتیب سلول‌های خاموش روشنشو مطابق الگوی ما
روشن و خاموش بکنه و در نهایت اون هم همون تصویر به علاوه رو دریافت میکنه. پس بنابراین ما یه تصویر رو ثبت کردیم بر روی حافظه، منتقلش کردیم و دو مرتبه بازسازیش کردیم. خب حالا چجوری من باید بتونم این به اصطلاح جریان الکتریکی و ولتاژی که تو این سلول ها ایجاد شده اینها رو نگه دارم و ذخیرش بکنم؟ این کار رو خازن انجام میده، یک وسیله الکترونیکی که در واقع تشکیل شده از دو صفحه هادی که میتونن جریان الکتریسیته رو هدایت بکنن، جریان برق رو هدایت بکنن و یه لایه عایق که بینشون قرار گرفته. این تشکیل یک خازن رو میده، مثل یک بشکه که آب رو ذخیره میکنه، این هم میتونه اختلاف پتانسیل الکتریکی رو ذخیره بکنه. خب پس بنابراین اگه من به دو سر یک خازن یک ولتاژ دی سی بدم، مثلا یک ولتاژ 5 ولت یا 12 ولت، وقتی که اولا یک مدت زمان خاصی طول میکشه که شارژ بشه، یک مدت زمان خاصی هم طول میکشه که دشارژ بشه، ما به اون چیزاش کار نداریم. وقتی که شارژ شد در واقع خودش نقش یک باتری رو بازی میکنه، یعنی یک اون ولتاژ 5 یا 12 ولت روی این خازن شارژ شده. خب پس من کافیه این سلول هامو از خازن درست بکنم، خازن هایی که وقتی که اون جریان الکتریکی بهشون میاد شارژ میشن. پس مشکل ذخیره‌ام حل شد. حالا وقتی که از خازن استفاده میکنم خاصیتش اینه که میتونم اگرم خواستم حافظه‌مو پاک بکنم، چیز جدیدی روش بذارم، خازن ها رو تخلیه بکنم. خب پس من نیاز به یک کلید دارم در همه این 100 تا سلول که بتونم به موقع اینها رو خازنا رو تخلیه‌ام بکنم و مجددا چیز جدیدی روش ضبط بکنم. خب کار این کلید رو در دنیای الکترونیک و کامپیوتر ترانزیستور انجام میده. خب پس ببینیم حالا ترانزیستور چیه. قبل از اینکه ترانزیستور اختراع بشه دستگاه الکترونیکی رو با لامپ‌های الکترونی می‌ساختن. لامپ‌های الکترونی در واقع شیشه هایی بودن که هوای داخلشون تخلیه شده بود، ولی وقتی هوا رو تخلیه میکنیم چون فشار هوای بیرون میتونه لامپ رو بشکنه، حقیقتا میشکنه، گاز بی اثر درونش میکردن و قطعاتی که لازم بود به هر صورت کارهای تبادل الکترونی و کنترل روی الکترون ها رو انجام بده روی این داخل این سوار میکردن. یکی از این لامپ های معروف یک لامپ سه قطبی بود به اسم تریود که این در واقع یک آنود داشت، یک کاتود داشت و یک شبکه هم وسط. خب چیکار میکنه؟ یک اختلاف پتانسیل الکتریکی رو بین آنود و کاتود، در واقع قطب مثبت و منفی این لامپ برقرار میکنن، ولی خب ارتباط نمیتونه برقرار بشه. باید یک عاملی بتونه که این در واقع جریان الکترون ها رو برقرار بکنه که اون عامل یک فیلامانی بود که داخل اون میتونست حرارت ایجاد بکنه. وارد اون بحثا من نمیخوام بشم، ولی به هر صورت حالا برای اینکه بتونن این جریانی که قراره بین آنود و کاتود برقرار بشه رو بتونن کنترل بکنن، با استفاده از ولتاژی که به اون توری وسط یا شبکه میدادن میتونستن این رو کنترل بکنن. چرا؟ الکترون ها بار منفی دارن، پس اگر شما این شبکه رو منفی بکنی جلوی عبور الکترون ها رو میگیره، چون الکترون ها منفی هستن. هرچی شبکه رو مثبت تر بکنی الکترون ها راحت تر عبور میکنن. پس با ولتاژی که به شبکه میدادن میتونستن جریان الکترون رو کم یا زیاد یا اصلا به کل قطعش بکنن. خب بعد ترانزیستور اختراع شد. ترانزیستور چیه؟ ترانزیستور دو قطعه نیمه هادی از جنس نیمه هادی. نیمه هادی یعنی چی؟ ما یه چیزایی داریم که کاملا هادی هن. خب میگیم هادی، مثل آهن، مثل مس. یک موادی هم هستن که عایق هن، مثلا چوب، اصلا هدایت الکتریکی نداره. خب بین این دوتا رو میگیم نیمه هادی. حالا دو قطعه نیمه هادی رو گذاشتن کنار هم، دلایلی کارهای روش انجام دادن، چیزی تشکیل شد به نام ترانزیستور که تقریبا چیزی شبیه این لامپه بود. چیکار میکرد؟ سه تا پایه داشت، به این به اصطلاح تشکیلاتش سه تا پایه وصل کرده بودن. این میتونست دقیقا همین کار رو انجام بده. خب حالا من روی کاغذ شمای یک ترانزیستور براتون میکشم
و روی کاغذ براتون توضیح میدم که ترانزیستور به چه شکل عمل میکنه. خب ببینید، این شکل اصطلاح شماتیک یک ترانزیستوره، اینم اون سه تا پایش. خب این سه تا پایه اسمش هست بیس، کلکتور، امیتره، که حالا برای ما اهمیتی نداره. اتفاقی که میفته اینی که با استفاده از ولتاژی که ما به پایه بیس یک ترانزیستور میدیم نسبت به امیترش، میشه جریانی که داره از امیتر کلکتور عبور میکنه کنترل کرد. بنابراین درست مثل همون مثلا لامپ، با ولتاژی که به این میدیم، میزان ولتاژی که به این میدیم، تعیین میکنیم که این در واقع مقاومتی که بین این دوتا پایه وجود داره چقدر باشه، بی‌نهایت باشه، این هیچ جریانی رو عبور نمیده، در واقع میشه یک کلید قطع. اگر جریان بسیار زیادی بخواد عبور بده، در واقع درست مثل اینکه اینجا صفر شده و نقش یک کلید بازی میکنه. پس در واقع از ترانزیستور میشه به عنوان یک کلید هم استفاده کرد، جوری که یا این دوتا قطع باشه یا این دوتا وصل باشه. حالا بقیه مدارات کامپیوتری هم همه در واقع ترانزیستورهایی هستند که به هم وصل شدن، صدها هزار و حتی صدها میلیون ترانزیستور که به هم وصل شدن، همه درست مثل یک کلید دارن خاموش روشن میشن ولی کارهای مختلف میتونن انجام بدن. ببینید ساده ترین مداره که شما میتونید با دو تا کلید بسازید و بهش بگید یک کامپیوتر، همین کامپیوتری است که برای جلوگیری از قطع دست پرسکارا استفاده میشه. به چه شکل؟ اینایی که با دستگاه پرس کار میکنن یک قالبی چیزی رو میخوان بزنن زیر دستگاه پرس، دکمه رو بزنن پرس بیاد پایین. خب معمولا انسان اشتباه میکنه دیگه، بخصوص وقتی کار تکراری بشه، قطعه فلز رو برمیداره میذاره زیر پرس، دستشو بیرون نیورده دکمه رو میزنه پرس میاد پایین، دستم قطع میکنه. برای که این اتفاق نیفته چیکار میکنن؟ یک کلید، اون کلیدی که باید موتور پرس رو روشن بکنه پرس رو بیاره پایین، یک کلیدشو میذارن اینجا، یک کلید رو میذارن اینجا، این کلیدها رو به صورت سری به هم وصل میکنن. یعنی اون شخص ناچار اول اون وسیله رو بذاره زیر پرس، بعد با یه انگوش اینو فشار بده، با یه انگوش این بر، هر وقت که همزمان این دوتا کلید فشرده شدند مدار برقرار میشه و پرس میاد پایین، خطر برطرف میشه و دست کارگر صدمه نمیبینه. خب پس میشه به همین ترتیب با این ترکیب پیچیده‌ای که برای این کلیدها در نظر می‌گرفتن می‌گیرن، ماشین‌های بسیار پیچیده‌ای ساخت و کارهای بسیار پیچیده‌ای انجام داد، ماشین حساب ساخت و کامپیوتر ساخت. با همه این کارهایی که انجام میده فقط به خاطر همین مداراست. این مدارهای اصطلاح دیجیتالی هم پایه‌شون در واقع همین مداری است که توضیح دادم، که در واقع به این شکله که این یک گیت اصطلاح دیجیتالی بهش میگیم، یک قطعه الکترونیکیه که داخلش چجوری ساخته ما کاری نداریم، ولی در واقع درست نقش همون دوتا کلیدی که برای اون دستگاه پرس گذاشتیم اینجا داره برای ما بازی میکنه. دوتا پایه داره، اسمشو میذاریم آ و بی، یکی هم یه پایه خروجی داره اسمشو میذاریم وای. این گیت به این شکل کار میکنه که یک جدولی براش رسم میشه به اسم جدول صحت، اینجا آ، این ب، اینم وای. خب این مدار الکترونیکی یا این گیت، اگر این کلید و این کلید با هم وصل باشن، در واقع درست مثل چنین مداری میمونه که شما دو تا کلید داری. اگر این کلید و این کلید هر دو وصل باشه جریان عبور پیدا میکنه، هر کدوم که قطع باشه جریان عبور نمیکنه. بسیار خوب، پس اگر آ صفر باشه، ب هم صفر باشه، اینجا خروجی ما نداریم، صفره. اگه این یک باشه، این صفر باشه، بازم صفره. اگه این صفر باشه، این یک باشه، بازم این صفره. فقط وقتی خروجی یکه که هر دوی این کلیدها وصل باشن، در واقع بشه چی؟ بشه یک. خب گیت دیگه ای وجود داره که بهش میگیم گیت اور.
این به این شکله که این حالت دو تا کلید موازی رو داره. هر کدوم از این کلیدها که وصل بشن، این دو تا کلید موازی بسته شده. هر کدوم از این دو تا کلید که وصل بشن، جریان برقرار میشه. پس بنابراین کافی یکی از اینها یک بشه، جریان برقرار میشه. از کنار هم چیدن همین قطعات، اون هم در تعداد بسیار بسیار زیادی با فناوری‌های بسیار پیچیده‌ای که الان وجود داره، میشه صدها هزاران، صدها هزار و حتی صدها میلیون از این قطعات رو با طرحی که اینها رو با هم متصل میکنه در فضای به اندازه یک نوک انگشت ساخت. و در واقع این میشه همین آکسی ها و تراشه های کامپیوتری و پردازشگر ها و اینهایی که در دستگاه های کامپیوتری و الکترونیکی اینها کار میکنه. و در واقع دیگه الان همه دنیای ما شده تحت سلطه این چیپ های الکترونیکی که ساختش به هر صورت خودش فناوری های بسیار بسیار پیچیده و خارق العاده است که فقط هم شرکت های محدودی در دنیا هستن که این قدرت سازندگی این چیزها رو دارن. بقیه در واقع از این چیپ هایی که ساخته میشه حالا استفاده میکنن. خب بگذاریم. خب حالا بعد میگردیم به همون دوربین عکاسیمون که تونستیم تصویر اون تصویر به علاوه رو روی اون جدول 10x10 ذخیره بکنیم و حالا اصطلاح اون رو بفرستیم به دستگاه دیگری که همین عمل رو برعکس انجام بده. خب این ارسالش رو هم در اصطلاح الکترونیک و کامپیوتر به این شکل انجام میدن که در واقع شما تنها چیزی که داری قرار شد این باشه که یا ولتاژ مثلا 5 ولت هست یا نیست. اگر هست یعنی 1، اگر نیست یعنی 0. پس بنابراین چیزی که ارسال میشه به سمت مقابل فقط یک تعداد به اصطلاح ولتاژ هایی است که بهش میگیم ولتاژ های مربعی شکل، که یا در طول یک مدتی که براش تعیین میشه مثلا فرض بفرمایید 0.1 ثانیه یا 0.001 ثانیه یا 0.001 میلیونیوم ثانیه هرچی، این اگر این ولتاژ باشه در واقع 1، اگر نباشه 0. به همین ترتیب این پالس های مربعی 0.1 0.1 0.1 با اون زمان کاملا استاندارد مشخصی که بینشون وجود داره اینها رو ارسال میکنن به دستگاه بعدی. دستگاه بعدی همین رو دو مرتبه برعکس انجام میده. خب اون چیزی که اینجا اهمیت داره اینه که این دوتا دستگاه بایستی حرف همدیگر رو بفهمن، یعنی بفهمه که این با چه ترتیب و بر مبنای چه الگویی داره این اطلاعات رو میفرسته. درست مثل قدیم که با سیستم تلگراف مورس میفرستادن، نقطه خط نقطه خط. خب یک سری علائم رو انتخاب کردن که مثلا یه نقطه یه خط یعنی مثلا الف، اون یعنی ب، اون یعنی همینجوری ادامه میدادن. اون طرف تلگرافچی اون طرف هم باید همین کدها رو بلد بود و میفهمید که مقصود از این علائم چیه. اونها رو دقیقا برعکس ترجمه میکرد، میشد اون جمله‌ای که اون شخص با به اصطلاح خط و نقطه داره براش میفرسته. خب پس بنابراین چیزی که اهمیت داره اینه که یک الگویی وجود داشته باشه که بر مبنای اون الگو طرف مقابل بتونه بفهمه که این شکل رو چجوری بازسازی بکنه. خب اینو داشته باشین تا به مغز که رسیدیم به این داستان برمیگردیم. خب دوستان عزیز، چون تهیه این مجموعه مقدار به درازا کشید، چون من مجبور شدم که این قسمت ها رو که تهیه میکنم ابتدا بذارم داخل یوتیوب، منتقل بکنم به یوتیوب و عکس العمل یوتیوب رو ببینم که اگر به دلیل همین قوانین کپی رایت ممانعت هایی پیش اومد و من مجبور شدم جا به جا بکنم بتونم این کار رو انجام بدم. بنابراین در واقع صبر کردم تا این
نتیجه بارگذاری در یوتیوب هم مشخص بشه که یکی دو بارم مجبور شدم تغییراتی را ایجاد بکنم و بنابراین تا اینجا مقدار داستان مدت زمان زیادی طول کشید تا این 4 قسمت تهیه بشه، زمینی که اصلا کلا نمیخواستم که به 4-5 قسمت بکشه، دارم میخواست واقعا میشد که در دست کم 2 یا 3 جلسه قضیه رو صدا جاسازی بکنم که متاسفانه نشد، چون اصلا هدفم این بود که همه اخشار بتونن از این مجموعه فشرده استفاده بکنند در هر محدوده سنی و یا گروه تحصیلی که باشن برشاد بتونن از مطالب این ویدیو استفاده بکنند. رسیدیم به اینجا و چون اول مهر ماه هم نزدیک شدیم و من به خاطر برشاد یک سری کارهای نجومی در ارتباط با آغاز فصل پاییز و اعتدال پاییزی قصد دارم که سفری هم انجام بدم، بنابراین قسمت 5 در ارتباط با مغز با اجازه شما دوستان عزیز میافته به بعد از اینکه به هر صورت از این سفر برگشتم که اگر روزگار مدد بکنه و صحیح و سالم از این جاده ها برگردیم در خدمت شما این بخش مغز رو ادامه بدم، چون به هر صورت متاسفانه من از بارها گفتم از بیابان و خطرات بیابان و این تشکیلات اصلا واهمه ای ندارم، ولی جاده های سرزمین ما متاسفانه بسیار 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 خطرناکه و وقتی که آدم میخواد تو این جاده ها به مسافرتی بره بهتره که به هر صورت فکر این رو بکنه که احتمال اینکه برنگرده هم کم نیست. به همین دلیل بارها در خیلی جاها که امکانش پیش اومده گفتم که امکان هیچ تحول مثبت فرهنگی در سرزمین ما وجود نداره مگر اینکه این داستان رانندگی و رفت و آمدهای ما این فرهنگش ارتقا پیدا بکنه، چون اگر این اتفاق نیفته نشون دهنده اینه که ما آمادگی لازم رو برای برصورت ارتقاءات فرهنگی دیگه هم نداریم، حتی اگر بسیار هم بهش نیازمند باشیم. به زور و جبرم نمیشه این قضایی رو تحمیل کرد و ایجاد کرد، ناپایدار میشه. همینجوری که در گذشته به هر صورت خیلی از این قضایی ها به جبر تحمیل شد، ولی چون فرهنگ مردم آمادگیشو نداشت نتونست پایدار بمونه. بنابراین اون چیزی که بسیار بسیار اهمیت داره بالا رفتن فرهنگ مردم یک جامعه دست کم در 70% مردم یک جامعه است که تا رخ نده اتفاقی رخ نمیده. به هر صورت امیدوارم که از این مجموعه تا اینجا استفاده کرده باشید. با امید روزگار اگر صحیح و سالم برگشتیم قسمت بعدی در ارتباط با شگفتی های پیچیده مغز آدمی رو هم خدمت شما تقدیم میکنم. ممنون که تا اینجا تحمل کردی. امیدوارم به هر صورت نواقص این مجموعه ویدیوها رو هم به بزرگی خودتون ببخشید. کلماتی که میدونم، اصطلاحاتی که من مرتب به کار میبرم وقتی که خودم نگاه میکنم، اینم به هر صورت هر انسانی ناخودآگاه است که اصطلاحات یا یک سری عادتهایی رو در هنگام صحبت کردن داره. میکروفون امکاناتی که من استفاده میکنم امکانات خیلی پیچ و پا افتاده است، امکانات این که به هر صورت پارازیت هایی رو بگیره، صداهای خاصی رو که از دهان خارج میشه حذف بکنه و خیلی از این امکانات به هر صورت حرفه‌ای در اختیار من نیست و به هر صورت امیدوارم همه این نقایص رو چه مربوط به کارکرد خودم باشه و چه مربوط به نقص فنی این ویدیوها اینا همه رو ببخشید. با تشکر از همه شما و تشکر از دوستانی که به هر صورت لطف میکنن و اظهار نظرهای مثبتی رو در زیر این ویدیوها قرار میدن، از همه شما متشکرم. بارها هم گفتم که دلم میخواد به همه تک تک جواب بدم، ولی همه این دوستان میدونن که پاسخ تک تک این اصطلاح اظهار نظرهای مثبتی رو که دوستان میکنن اگه قرار باشه بدیم نه امکان پذیره و نه قشنگ میشه به چه خوبی داره. فقط من
گاهی وقتا که برخی از دوستان سوالات خاصی رو مطرح میکنن که احساس میکنن باید جواب داده بشه یا مطالب خاصی رو عنوان میکنن، اقدام میکنم و توضیح کوچیکی میدم، ولی این رو به حساب نگاه نکردن و بی احترامی به سایر دوستانی که با اظهار نظرهای مثبتشون واقعا به قول امروزی ها انرژی مثبت و مفیدی بادم تزریق میکنن به حساب اون نذارید و از این دوستان به قول معروف کمال تشکر را دارم. مرسی و موفق باشید.